سلام، خوش اومدید به اولین پادکست از سری پادکست های آموزش زبان فارسی در پرژن کمپوس. ممنونم که دارید به من گوش میدید. اجازه بدید همین اول بگم که هدف و ایده من از ساختن این پادکست ها چی هست. این پادکست ها برای کسایی که یا دارن زبان فارسی یاد میگیرن یا قصد دارن یاد بگیرن. خب همه ما میدونیم که زبان آموزی سطح‌های مختلفی داره. اولیش مبتدیه. برای این سطح فیلم‌ها و نکات آموزشی زیادی تو اینترنت و فضای مجازی هست. فضای مجازی یعنی چیزی مثل اینستاگرام، یوتیوب و غیره. برای افرادی که سطحشون پیشرفته است، به جز انواع ویدیوهای آموزشی، سریال یا فیلم‌های مختلف هم به زبان فارسی هست. اما بین این دو سطح، یعنی سطح اولیه یا مبتدی و سطح بالا یا پیشرفته، یه سطحی هست به نام سطح میانی که به انگلیسی میشه intermediate. این دسته افرادی هستند که هنوز خیلی دقیق نمیتونن از منابعی مثل فیلم و سریال های ایرانی و کتاب ها به زبان فارسی استفاده کنن و لذت ببرن. لذت ببرن یعنی دوست داشته باشن، خوششون بیاد، چون یکم براشون پیچیده است. سرعت گفتار فیلم ها و سریال ها براشون خیلی زیاده. از یه طرفم پر از اصطلاحات و نکات فرهنگی که درکشون، یعنی فهمیدنشون بدون راهنمایی، حتی با زیرنویس هم ممکن نیست. برای همین من تصمیم گرفتم که یه سری پادکست هایی بسازم برای سطح میانی. در واقع مخاطب هدف من در وهله اول این گروه هم. وهله یعنی اولویت. یعنی اولویت با این گروهه. گروه مبتدی یا پیشرفته ناامید نشن. اتفاقا این پادکست ها برای گروه مبتدی خیلی هم مفیده، چون پژوهشگران حوزه آموزش، حوزه یعنی محدوده، معتقدن، یعنی اینطور فکر میکنن، اینطور باور دارن که اگه منبعی یک کمی سطحش از سطحی که ما تو اون هستیم بالاتر باشه بهترم هست. برای سطح پیشرفته هم این پادکست ها هم نکات زبانی مهمی داره، هم کلی نکات فرهنگی جالب. خب اگه سطح شما مبتدی و میانی باشه، شاید دور اول که به این پادکست ها گوش میدید خیلی همه بخش ها رو متوجه نشید، اما دور دوم، سوم یا چهارم که گوش میدید کم کم همه چی براتون روشن‌تر میشه. به جز اون متن همه پادکست ها رو هم توی سایت پرژن کمپس میتونید ببینید. هر جایی از صحبتای منو که متوجه نشدید حتما به سایت یه نگاه بندازید، یعنی برید سایت رو نگاه کنید. ببینید، من میخوام زبان فارسی رو بدون اشاره مستقیم به دستور و با گوش دادن به منابعی که برای شما جالبه آموزش بدم.
موضوع پادکست ها رو هم سعی کردم چیزای متنوع و بروز انتخاب کنم. متنوع یعنی مختلف. براتون هم از مسائل اجتماعی و سیاسی میگم، هم تاریخی فرهنگی، هم تکنولوژیکی. فکرم نکنید که فقط قراره در مورد ایران بشنوید. از همه جا و همه رنگ براتون میگم. خب، من سپیدم. زبان، زبانها و مسائل مرتبط با اون مثل آموزش و توسعه زبانهای ایرانی، توسعه یعنی گسترش، پخش، همیشه برای من مهم بوده. همیشه تو زندگی من بوده. چه اون زمانی که دانشجوی زبان و ادبیات دوده 20 سال پیش و شروع کردم زبان انگلیسی رو هم درس بدم، چه بعدها که دکترای زبانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس ایران و آنتورپ بلژیک گرفتم و هدف من شد شناختن و شناساندن زبانهای ایرانی، و چه حالا که دوره های تدریس زبان فارسی رو گذروندم و در خدمت شما هستم، یعنی پیش شما هستم تا بتونم به شما کمک کنم. به عنوان یه زبانشناس همیشه برای من مهم بوده تا بتونم برای زبانهای ایرانی کاری کنم. برای همین تصمیم گرفتم برای اون چیزی که سالها دغدغم بود قدمی بردارم. دغدغه یعنی نگرانی. می بردارم یعنی شروع کنم براش یه کاری کنم. اون دغدغه زبانهای ایرانی بود و اولین قدمی هم که تصمیم گرفتم براش بردارم آموزش زبان فارسی با روش‌های جدید و مدرن بود. من 19-20 سالی هست که معلم زبان انگلیسی‌ام و 10 سالی هم هست که وارد حوزه زبانشناسی شدم. وقتش بود این دوتا رو یه جایی به هم برسونم و احساس می‌کنم اونجا همینجا بود. آموزش زبان فارسی. البته باید بگم این اولین قدمه. کلی برنامه دارم براتون. میدونید من میخوام به جز فارسی یه چیزای دیگه ای رو هم با شما به اشتراک بذارم، یعنی شیر کنم. میخوام نه فقط فارسی یاد بگیرید، بلکه درک کنید که یک ایرانی، یک فارسی زبان، یه خاورمیانه‌ای و مهمتر از همه یک زن در چنین فضایی دنیا رو چطور می‌بینه. هدف بزرگ من در پس آموزش زبان فارسی همینه. فارسی رو با قلب لمس کنید. خب بذارید چند تا نکته در مورد این پادکست ها بگم. حتما موقع استفاده خیلی به دردتون میخوره. اول اینکه وقتی به این پادکست ها گوش میدید، همزمان متن رو هم نگاه کنید. خیلی مهمه. چون وقتی این کار رو میکنید، میبینید که یه چیزهایی تو متن با اون چیزی که من میگم فرق داره. مثلا همین الان من گفتم فرق داره، ولی نوشتم فرق دارد. خب این یکی از ویژگی های زبان فارسی هست که خوبه که باهاش آشنا بشید. ما تو فارسی گفتاری خیلی از حروف رو تلفظ نمی کنیم، یا یه سری از تک واژه ها رو یعنی مورفیم ها رو تغییر میدیم. مثلا من خیلی جاها تو متن نوشتم در، مثل همینجا که نوشتم در متن، اما موقع حرف زدن میگم تو، یعنی inside. میتونیم موقع نوشتنم فارسی گفتاری رو بنویسیم، یعنی همون چیزی رو که میگیم و بنویسیم. مثلا وقتی به هم دیگه پیام میدیم، اسمس میدیم، همین کارو میکنیم.
اصطلاحی خودمونی و غیر رسمی بنویسیم. اما به نظرم اگه شما رو با نوشتن رسمی آشنا کنم، به شکل غیر مستقیم فارسی رسمی رو هم یاد دادم. من تو پادکست ها رسمی حرف نمیزنم، چون شما قرار فارسی رو یاد بگیرید تا بتونید تو محیط های معمولی و طبیعی بین مردم تو کوچه بازار اونو به کار ببرید، نه برای سخنرانی. اما با دیدن متن رسمی یواش یواش متوجه میشید که اگه بخواید خودتون رو برای یک سخنرانی رسمی آماده کنید، چه چیزهایی رو باید اضافه کنید، چه چیزهایی رو تغییر بدید. حتما تو جلسات آموزشی در این مورد بیشتر حرف میزنم. اما یه چیزی هم یادتون باشه. اگه نوشتن رسمی زبان فارسی رو ببینید، میتونید کتاب‌های زبان فارسی رو هم بخونید. چون اکثر کتاب‌های زبان فارسی تو هر ژانری که باشن، حتی یه چیزایی مثل رمان، به خط رسمی نوشته میشن. درسته که ما اونها رو تو ذهنمون غیر رسمی میخونیم، اما چیزی که میبینیم رسمیه. همین چیزی که شما الان دارید تو متن این پادکست میبینید. خب، این نکته اول بود. نکته دوم این که برای هر پادکستی انتهاش، یعنی پایانش، تهش، وقتی تموم شد، یه سری سوال براتون گذاشتم که میتونید به اون جواب بدید تا ببینید رو متوجه شدید. این یه گزینه اختیاریه. ببینید با هر بار گوش دادن به این پادکست ها شنیدنتون بهتر میشه یا نه. مهم اینه که شما درونداد مناسب داشته باشید. یعنی درونداد خوب، منبع خوب. من سعی میکنم این منابع رو در اختیارتون قرار بدم. نکته سومم این که میتونید جوابهای همین سوالا رو یا کلن هر نظری که دارید برای من کامنت کنید یا ایمیل کنید. من نوشته های شما رو میخونم. اگه به جواب احتیاج داشته باشه بهشون جواب میدم. اگه نیاز به اصلاح داشته باشه، یعنی اشتباهی تو اون باشه، من اون اشتباهات رو براتون درست میکنم. و اگه چیز جالبی باشه تو پادکست ها در موردش حرف میزنیم. شاید اصلا بتونه موضوع پادکست های بعدی ما بشه. خب، امیدوارم که تو این مسیر موفق باشید و منم بتونم بهتون کمک کنم. برای جلسه بعد میخوام در مورد موضوع مهم حرف بزنم. در مورد روش های یادگیری زبان. هر زبانی، نه لزوماً یا حتماً فقط فارسی. میخوایم ببینیم چطور کاری کنیم که از اون زمانی که میذاریم برای یاد گرفتن یک زبان جدید بیشتر بهره ببریم، بیشتر استفاده بکنیم و اون زبان رو بهتر یاد بگیریم. حتما با هم همراه باشید. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.